سلام خیلی خوش اومدیم به کانال کریپتو فارسی من علی رضا ما امروز قرار در مورد ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم و بهتون بگم که چه ارزهایی داشتم چقدر ضرر کردم و چی از بازار یاد گرفتم و آخر سرم یه نگاهی میندازیم ببینیم که تو این شرایط بازار خراب چه راهکارهایی جلومون داریم پس برای دونستن همه اینا لطفا با ادامه این ویدیو با من همراه باشید اول اینو بگم که از قیمت دیگه حرف نمیزنم به خاطر اینکه اولا قیمت ساعت به ساعت نوسان داره و احتمالا شما هم مثل من 100 بار در روز قیمت رو چک میکنید اما در مورد سبد خودم بگم که حداقل 50 درصد ضرر کردم در صورتی که فکر میکردم برای سقوط قیمت تا هزار دلار کاملا آمادم و برنامه دارم اما یه چیزی حسابی برنامه به هم ریخت افتضایی که برای لونا و بدتر از اون استیبل کوین یو پیش اومد من سبدم تقریبا چیزی شبیه این بود بیت کوین اتریوم سولانا توکن سل و استیبل کوین ترا راستش انتظار کاهش قیمت همه ارزهای دیجیتال رو داشتم به جز استیبل کوینم اگه این ویدیو رو دیده باشین گفته بودم که تا 30 درصد از کل پولمو نقد نگه داشتم و برنامه دارم حتی تا هزار دلار رو پایینتر کم کم به ارزهای دیجیتالم اضافه کنم اما اوضاع از جایی به فنا رفت که اولا لونا ارز دیجیتالی که 10 درصد از کل داراییم بود رسما با خاک یکسان شد با اینکه نفروختمش اما لونا نداره متاسفانه چون خود شرکت بر اینکه ارزش استیبل کوینش رو حفظ کنه لونای زیادی وارد چخی کرده و بایننس با هم احتمالاً به خاطر کاش قیمتش به زیر یه سنت از صرافی حذفش میکنه اونایی که اونایی هم که داشتم الان دیگه ارزش فروش نداره بعد از اون استیبل کوین ترا بود که قرار بود تو یه دلار باقی بمونه و وقتی بیت کوین ریخت تو قیمتهای پایین خریدم و واش انجام بدم هیچ وقت فکر نمیکردم که تو استیبل کوین هم ضرر بکنم از اونجایی که قیمت یو اس نوسان داره فعلا نمیدونم چقدرش از بین رفته ولی حدودی بخوایم حساب بکنیم 10 درصد لونا 20 درصد هم استیبل کوین شیرین تو همین دوتا حداقل سی درصد از کل سبدم رو ضرر کردم بیت کوین و اتریوم و سولانا و ارز سلم که جای خود داره اما در مورد اینکه چرا لونا که به نظر پروژه حساب شده میومد به این روز افتاده داستان زیاده لونا حساب همه جزو کرده بود مگه اینکه یه شرکت پولدارتر از خودش حاضر بشه برای کسب سود این پروژه و کل رو به فنا بده. این اتفاقیه که در مورد لونا افتاده. یه شرکت که اول میگفتن بلک راک بوده بعد خود شرکت بلک راک تکسیب کرده با چیزی حدود چهار میلیارد دلار رفته بیت کوین و یو قرض کرده و بعد بیت کوین و UST رو همزمان تو بازار فروخته و با شورت گرفتن تو فیوچرز کلی پول به جیب زده. تعداد شرکتایی که میتونن این کارو انجام بدن زیاد نیست و ممکنه از وال استریت یا یکی از رقیبای لونا باشه یا شاید هم از دیگه کشورا بوده. به هر که افتاده هم سبدم نصف شد هم پولی که برای خرید تو قیمت های پایین کنار گذاشته بودم پرید خب حالا چی یاد گرفتم این وسط اولیش این که با اینکه میدونستم استیبل کوین یو اس ریسک داره اما برای استیک کردنش و گرفتن چند درصد سود سالیانه بیشتر تترم رو به یو تبدیل کردم و فکر می‌کردم هر چقدر قیمت لونا سقوط کنه با پشتوانه بیت کوین و لونایی که این استیبل کوین داره قیمتش توی دلار باقی میمونه اصلا فکر نمی‌کردم که یک شرکت یا چند نفر میلیاردر پیدا بشن و بتونن با این طرح لونا رو اینطوری منهدم کنن درس اولی که گرفتم اینه که ریسک کمتر بهتر از سود بیشتره تا جایی که میشه ریسکتون رو کم کنید خیلی ها این وسط دنبال مقصر میگردن از دو کوان مؤسسه لونا بگیرید تا صرافی و نهنگا و بقیه ولی واقعیت اینه که موقعی که سبدم 400 500 درصد توی سود بود هیچ وقت اعتراضی نداشتم پس هر چی زودتر قبول کنم که این ذات بازاره زودتر میتونم به شرط خودم سر سامون بدم درس دومم اینه که هر چقدر هم بازار و یک پروژه رو بررسی کنید وایت پیپرش رو بخونید یا هر کار دیگه ای ممکنه ریسکهایی وجود داشته باشه که حتی برای سازمان عظیمی مثل ترا هم قابل پیش بینی نباشه این دو تا درسی بود که من برای یاد گرفتنش 30 درصد از سبدم رو دادم اینا رو گفتم که شاید براتون مفید باشه و امیدوارم که شما دیگه اشتباهات من انجام ندید. نرخ تورم با اینکه بعد از چند ماه افزایش مداوم کم شده اما چون یکم بیشتر از مقدار پیش بینی شده بود بازم اثر بدی رو بازار سهام ارز دیجیتال گذاشت. اگه آمریکا موفق بشه تورمش رو از 8 درصد به حدود 2 درصد برسونه اون وقتی که فدرال رزرو یک کم شل میکنه البته اگه این چاپ پول مداومش نبود میشد امیدوار بود که کار خیلی راحت تر باشه ولی با این شرایط رسیدن به تورم 2 درصدی ممکنه چند ماهی هم طول بکشه اون وقتی که دوباره میشه به سرمایه گذارا و پول جدیدی که وارد بازار مختلف میشه امیدوار بود دو روز پیش بعد از اینکه کوین بیس گزارش فصلیش رو با ضرر منتشر کرد بلومبرگ گزارش منتشر کرد با این عنوان که چه اتفاقی میفته اگر کوین بیس ورشکست بشه بعد به بندایی از ترما سرویس کوین بیس اشاره کرده بود که کلا باعث ترس و وحشت سهامدارا و سرمایه گذارای کوین بیس شده در صورتی که کوین بیس تو این چند وقت خریدای بزرگی انجام داده و اوضاعش واقعا خوبه این جالبه که همه رسانه ها بی قصد و قرض نیستن و بعضیشون منافع نهنگ ها یا هر کی که بهشون پول بیشتری بده رو دنبال میکنن حتی رسانه های بزرگی مثل بلومبرگ که یه عده میخوان مردم عادی از بازار بترسن اما اینکه چرا اونا میخوان این کارو بکنن رو خودتون باید به نتیجه برسید فقط اینو برای کسایی که تو کوین بیس حساب دارن بگم که کوین بیس بیدی نیست که با این بادا بلرز و پشتوانه مالی خوبی داره و از اونجایی که شرکت سهامیه میتونید تمام مدارکش رو ببینید از اینجا به بعدش دیگه مخصوص سخت دوستای کاناله یه نقل قول جالب شنیدم که دوست داشتم باهاتون به اشتراک بزنم که میگفت دنیا هیچ چیز و به هیچ کس بدهکار نیست و بازار هم هیچ چیز رو به هیچ کس بدهکار نیست بازار به زحمت ها و تلاش و سرمایه گذاری که توش آورده میشه اهمیتی نمیده خودش رو هیچ وقت با هیچ کس وفق نداده ما ایم که باید خودمون رو با بازار وفق بدیم راستش من چون کسی هم که به بیت کوین باور دارم تا زمانی که باورم سر جاشه عمرا اگه یه بیت کوینم رو بفروشم من میدونم که بیت کوین بهترین نوع دارایی که بشر تا حالا داشته البته هر این حرفم به این معنی نیست که حتما بیت کوین به 100 هزار دلار میرسه شاید بیت کوین این قیمت برسه یا نه ولی چون من باور دارم که بیت کوین بهترینه پس ازش حمایت میکنم و فکر میکنم که شانس خوبی برای رشد سرمایه دارم هر روز افراد بیشتری به بازار جذب میشن بعضی بعد یه مدت کوتاه خسته میشن و میرن و بعضی ها هم تا آخرین نفر تو این بازار وای میسن خرید تو این شرایط حتی برای سرمایه گذاره بلند مدت هم سخت و ولی حتما برای شما پیش اومده که به کسی که بیت کوین رو تو کف بازار قبلی خریده یعنی مثلا چیزی بوده دو سه هزار دلار بگید عجب خوب شانسی بوده به هر حال درسته که شاید شانس داشته باشه ولی یه چیزی که مشخصه اینه که به شانس جیگر داشته به نظرم ماه دیگه سه ماه دیگه یا یک سال دیگه رو نگاه کنید ببینید اگه دوباره بیت کوین اوج بگیره مثلا به 50 یا 80 هزار دلار برسه دوباره میخرید یا نه اگه آره پس چرا از همین الان تو پایین ترین قیمت ها کم کم نخرید اگه جوابتون منفیه پس احتمالا کار شما با بازار ارز دیجیتال تموم شده اگرم باید استقبال بیشتری چه از کشورها یا چه از شرکت ها یا قانون ببینید باز هم عالیه چون تو جریان این بازار بودن خیلی بهتر از اینه که به خاطر یک راند باخته مسابقه بکس اون رو باخته فرض کنیم تا اینجا یه راند رو زدیم یه راند هم خوردیم ببینیم بعد از ده راند بالاخره کی برنده میشه آخر سر اینم بگم که یه آقایی به اسم سیتیو لارسون که یه کانال یوتیوب با صد هزار نفر سابسکرایب داره تقریبا هفته پیش یه ویدیو در مورد ریزش بازار ساخت و گفت بازار میریزه چون تنها کسی بود که انقدر تحلیل تکنیکال و درست و دقیقی انجام داده بود فکر کردم که بد نیست که تحلیل جدیدش رو براتون بذارم اون انتقاد داره که قیمت از حدود 28000 دلار برمیگرده و این لوئرلو در واقع دستکاری نهنگاست که به تئوری وایکاف معروفه برای دیدن کانالش میتونید سیتی و لارسون رو توی یوتیوب سرچ کنید منم لینک ویدیوشو اینجا براتون میذارم آخر سر اینم بگم که میدونم که شرایط برای همه تو این بازار سخته حتی منم هم که همیشه تیکه های یخت و داشتم تو این ویدیو زیاد تیکم نمیومد اما آخرش اینه که خوب یا بد اتفاقی که افتاده و هممون تلاش میکنیم تا بهتر بشیم و بیشتر چیز یاد بگیریم خیلی به خودتون سخت نگیرید مهمتر از هر چیز سلامت جسم و روانتونه تا میتونید قدر خودتون رو بدونید اعضای دیجیتال میتونن این ضرر رو تو مدت کوتاهی جبران بکنن حالا که این اتفاق بیفته خدا داند خب این بود سرگذشت سبد ارز دیجیتالم با سبدی به فنا رفته اما روحی مصمم به کارم ادامه میدم تا به سرمایه گذار بهتری تبدیل بشم و ویدیوهای بهتری هم بتونم براتون درست بکنم اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و در ضمن میتونید برای بحث و تبادل نظر با دوستاتون تو گروه تلگرام کریپتو فارسی عضو بشین مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین تا ویدیو بعدی خداحافظتون